برنامه برنامه و همکارمان آقای پوپلزای با ما هستند در این بخش و امروز در رابطه با جایگاه اهل بیت از نظر اسلام همراهشان صحبت داریم. سلام استاد، صبح بخیر. علیکم سلام و رحمت الله. سلام خدمت شما بیننده های خوب تلویزیون و همکارای تکنیکی برنامه و همچنان عرض تسلیت داریم به عزاداران حسینی. بسیار خوش آمدین جناب پوپلزای. به این صحبت ها را از اینجا آغاز میکنیم که میشه در رابطه با جایگاه اهل بیت از دیدگاه اسلام صحبت ها و گپ های خدا آغاز بکنیم. تشکر ایمل جان. بسم الله الرحمن الرحیم. الله تبارک و تعالی در قرآن عظیم شان در رابطه با اهل بیت و ام المؤمنین ازواج مطهرات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صحبت های دارد و همچنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با اهل بیت موقف را بیان میکنند و احادیث بیشماری را بیان میکنند تا اینکه ما احترام و عزت و جایگاه اونا را حفظ بکنیم و حفظ داشته باشیم. خب بالخصوص در رابطه با حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها و خانواده اینها، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث ارشاد میفرمایند که من کنت مولاه فعلی مولا، کسی که من دوست داری او هستم پس علی را نیز دوست دار، دوست بدارد. یعنی کسی که مرا دوست داره علی را هم دوست داشته باشد. اللهم آل من والا و عاد من عادا، خدایا کسی که علی را دوست میدارد دوستش بدار و کسی که با علی دشمنی میکنه دشمنش بدار. این موقف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با حضرت علی کرم الله وجهه است. کسی که خدایا کسی که حضرت علی را دوست دارد دوستش بدار و کسی که حضرت علی را دشمن میدارد دشمنش بدار. درست است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با این الفاظ میگن. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرسیده شد، گفتند که چی کسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چی کسی را بسیار دوست داشت؟ حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین در جواب گفتند که از زنها بی بی فاطمه الزهرا. پس پرسند کردند، گفتند که از مردها کی را زیاد دوست داشت؟ گفتند حضرت علی کرم الله وجهه را. پس محبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت به کی هست؟ فاطمه و نسبت به حضرت علی کرم الله وجهه هست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که فاطمه پاره تن من است. کسی که او را آزار و اذیت میده سبب آزار و اذیت من واقع میشه. یعنی کسی که سبب آزار و اذیت فاطمه قرار میگیره، یعنی آزار و اذیت فاطمه را میده، او مرا آزار و اذیت داده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بی نهایت حضرت بی بی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها را دوست داشتند و حتی در سفری که می رفتن او آخرین کس که به امرایشان خداحافظی می کرد حضرت بی بی فاطمه الزهرا بود و وقتی که از سفر برمی گشتن اولین کسی که به امرایشان سلام علیک می کرد و روبرو می شد حضرت بی بی فاطمه الزهرا بود. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در مورد بی بی فاطمه الزهرا میگه که هیچ کسی را ندیدم که در رفتار مشابه پیامبر باشد جز حضرت بی بی فاطمه الزهرا. جز فاطمه کسی در رفتار مشابه پیامبر نبود جز فاطمه. همچنان حدیث دیگه وارد هست که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه، میگه که فاطمه بیشتر در گفتار و رفتار شبیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بود. پس دوست داشتن و موقفی که ما داریم این هست که همه اهل بیت علیهم السلام را دوست داشته باشیم و با اونا محبت بورزیم و همین قسم هست که در پنج وقت نماز ما و شما در تشهد درود را میخوانیم که اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الى ما در پنج وقت نماز خود میخوانیم و در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که فاطمه از جمله سروران بهشت هست. درست است، نه سیده اهل الجنه.
از جمله سیدای اهل جنت هست، سرورای اهل جنت هست. و همچنان موقف اصحاب کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین با حضرت علی کرم الله وجهه و حضرت بیبی فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها انقدر محبت آمیز، با محبت، با صمیمیت بوده که حضرت علی کرم الله وجهه فرزند خود را به نام ابوبکر، فرزند دیگی خود را به نام عمر و فرزند دیگی خود را به نام عثمان نامگذاری میکنه. دقیق است، معلوم هست که آدم کسی را که بسیار دوست داشته باشه نام فرزند خود را بالاش میمانه، درست؟ و محبت و صمیمیتی که داشتن و ابوبکر فرزند حضرت علی کرم الله وجهه با حضرت حسین رضی الله تعالی عنها در حادثه کربلا شهید میشه، به شهادت میرسه. استاد، اگر در مورد جایگاه حضرت حسین علیه السلام و حسن علیه السلام از دیدگاه صحابه بر ما بیشتر بگید. بله بله، حسنین یکی از نواسه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و از بطن حضرت بیبی فاطمه الزهرا. بگویم که حضرت بی فاطمه الزهرا 4 اولاد داشتند، 2 دختر و 2 پسر، حسن و حسین و زینب و ام کلثوم. این 4 فرزند حضرت علی کرم الله وجهه از بی فاطمه الزهرا بود. حسنین را پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بسیار دوست داشتند. ابن عباس صاحب میگه من هر گاهی که به حضرت حسن نگاه میکردم گریه میگرفت. دلیلش را پرسیدن، گفتن چرا؟ گفت وقتی که من بیاد دارم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در منبر نشسته بود تبلیغ میکرد و حضرت حسن در یک کنار شیشته بود و حضرت حسین در کنار دیگه شیشته بود، گاهی تبلیغ میکرد به طرف مردم متوجه میشد، بعد به طرف چی؟ این حسنین متوجه میشد و بعد میگفت که کسی که این دورا دوست داشته باشه خدایا تو اینها را، اللهم احبب من احب الحسین، خدایا تو دوست داشته باش کسی را که حسن و حسین را چی می داشته باشن؟ دوست می داشته باشن. این موقف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و این صحابه هم همین موقف را حفظ کرده بودن. همه ایشان حضرت حسن و حسین را آنقدر دوست داشتن که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه که ما از برکت خانوادگی شما شرفیاب ایمان شدیم، پس هرگاهی که حضرت حسن یا حسین میخواست در دوران خلافت حضرت عمر بیاید ببینه، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگفت شما مستحقین هستین که باید بدون کدام اجازه داخل شوین از ما دیدار بکنین یا صحبتی که داشته باشه. یک قصه بسیار مشهور هست که لباس های آمده بود از یمن و برای تعداد کسا چی کردن؟ توضیح کردن و لباسی به اندازه حسن و حسین نبود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خود را ناراحت احساس میکرد تا زمانی که به دست کسی نامه فرستاد که به اندازه حضرت حسن و حسین لباس بدوزین و روان بکنین. بعد وقتی که پوشیدن اونا لباس را، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت آلی من خود را چی میکنم؟ راحت احساس میکنم. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دامات حضرت علی کرم الله وجهه، دختر ام کلثوم، دختر بیبی فاطمه الزهرا در قید نکاح حضرت عمر رضی الله تعالی بود. این محبت و این جایگاه و این دوستی و صمیمیت باعث برای ما و شما هم هست که باید ما موقف خود را یا امو جایگاه خود را نسبت به اهل بیت رضی الله تعالی عنهم اجمعین قسمی داشته باشیم که سفارشاتی که از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست را باید حفظ بکنیم. یعنی همه ما محبت بورزیم برشان، به یکسان نگاهیشان بکنیم و دوستشان داشته باشیم و الگو و نمونه اونها را قرار بدیم به خاطر رفتار و کردار و اخلاق خود. بله. بین از یک نقطه عطف هم صحبت بکنیم جناب پوپلزای صاحب. چطور میتونیم عاشورا را نقطه عطف میان امت اسلامی ما قرار بدیم؟ بله. عاشورا حادثه کربلا حادثه هست که یعنی واقعا هر انسانی که حادثه ای را میشنوه، مثل که امام علی مودودی میگه که از سر از خجالت بالا نمیشه. بله. یعنی واقعا نواسی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در این روز به دست ظالمانه به شهادت میرسه. خب
نقطه عطفی که داره، ما از عاشورا چگونه میتونیم که نقطه عطف میان همه امت اسلامی استفاده بکنیم؟ عاشورا مسئله حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و قضیه عاشورا برمیگرده بر همه امت اسلامی. همه امت اسلامی در غم خود را شریک میدارن و همه امت اسلامی احترام و حفظ و موقف جایگاه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را دارن. پس اینجا است که ما محبت خود را ابراز میکنیم به حضرت، به خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و به اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، و اونها را من حیث نمونه و الگو برای خود قرار میدیم و از درس های اونها، درس هایی که هست، اندرس هایی که هست، همیشه را ما استفاده میکنیم و سود میبریم ان شاء الله. پس نقطه عطفی که میان ما دارن، نقطه عطفی که میان همه امت اسلامی داره، وحدت و یک پارچگی امت اسلامی هست. ما امت اسلامی امت واحده هستیم. پیامبر خداوند جل جلاله خالق ما، قرآن کتاب رهنمای ما، پیامبر ما حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، نواسی پیامبر ما، محبوبی که همه ما و شما او را دوست داریم، در مساجد شما در روزهای جمعه شاید بارها و بکرات و مرات شنیده باشند که اماما وقتی که خود برای ایراد میکنن، بیان میکنن، میگن که ان الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه. حسن و حسین رضوان الله تعالی علیه مجمعین، اینها سیدای اهل جنت هستند. پس این محبت ما نسبت به اونا، محبت ما نسبت به خانواده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نشانه قوت ایمان هست. هر چقدر که ما ایمان قوی داشته باشیم، اما قدر محبت ما نسبت به پیامبر، نسبت به خانواده پیامبر بیشتر می باشد. بله، سر پیام مشخصی روز هم میشه صحبت بکنیم که چه پیامی بر ما داره روز؟ بله، پیام عاشورا پیام استادگی در مقابل ظلم هست، در مقابل تسلیم نشدن، در مقابل ظالم هست. بله. پیام عاشورا امی بزرگترین پیامش پیام عدالت هست، عدالت خواهی هست، تأمین عدالت هست، تا ای که عدالت تأمین شود و ظلم از بین بره، همه مردم به یک نگاه دیده شوند، هیچ کسی حق کسی دیگه را تلف نکنه. پس این بزرگترین پیامش هست که باید هر کدام ما که هستیم، هر کجایی که باشیم، به خاطر عدالت دادخواهی بکنیم و به خاطر حق گویی دادخواهی بکنیم و حق را بگوییم، از هیچ کسی هراس نداشته باشیم. این بزرگترین پیام عاشورا و درس عاشورا برای ما. سپاسگزارم. نزدیک امروز تشریف آوردین. بعد از وقفه کوتاه برمیگردیم در ادامه برنامه. سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.